مجهز شدن پدافند و نیروی هوایی ارتش به پرنده های بی سرنشین جت جدید. در مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، انبوهی از هواپیماهای بدون سرنشین رزمی تحویل نیروی پدافند هوایی و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شد. پهپاد ابابیل است، پهپادی بومی که از قدرت بالایی در شناسایی اهداف برخوردار است. پهپاد ابابیل می تواند انواع بمب‌های قائم را هم و اهداف را کاملا منهدم کند. این هم پهپاد جت رزمی کرار است که سقف پروازی آن 40,000 پا است. و آخرین پهپاد، پهپادهای چند منظور است که در جنگ الکترونیکی با دشمن کار کرده بی نظیری دارد. حالا این دستاوردها به تولید انبوه رسیده و امروز در مراسمی تحویل ارتش شد. چقدر آرسیز؟ مارتو آرسیز 5 متر مربع به جای این تسلیحات میدن. امیر حاتمی وزیر دفاع در این مراسم گفت که این سه محصول میتواند در ماموریت های فریب دشمن مورد استفاده قرار گیرد. همینطور با توجه به تجهیزی که به انواع بمب ها و موشک ها شدن، میتوانند در ماموریت های رزمی نیروها مورد استفاده قرار بگیرند. فرمانده نیروی هوایی ارتش هم تحویل این پهپادها را کمک بزرگی برای توان نیروی هوایی دانست. توان رزمی ما را به شدت افزایش خواهد داد و ما انشالله شاهد جهش های بعدی در طول سال 99 خواهیم بود. رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع هم این محصولات را یک بومی سازی کامل دانست. امروز شما تحویل میدیم، بسیاری از این پهپادها رو با سلاح به نیروها تحویل میدیم، یعنی در واقع تست ها، ارزیابی ها انجام شده. فرمانده پدافند هوایی ارتش هم از بکارگیری این پهپادها در شبکه پدافندی کشور خبر داد. هم سایت هایی را داری، هم سایت های موشکیمون رو مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. همچنین در مراسم امروز پهپادهای ابابیل و کرار در مجموعه حصای اصفهان تحویل نیروی هوایی ارتش شد. این پهپادها در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است. بدون شک این دستاوردها نماد خودباوری و خودکفایی در زمینه ساخت تجهیزات نظامی است. خودکفایی که در اوج تحریم ها به دست آمد. تحویل دهی انبوهی از پهپادهای رزمی شناسایی به ارتش در سال جهش تولید. از قابلیت های این پهپاد ارتقای کلی سامانه های عملیاتی آن است. در ارتفاع بسیار خوبی میتونن پرواز کنن. ارتفاع 40,000 45,000 پا که ارتفاع خیلی خوبی است. با توجه به تجهیزی که به انواع بمب ها و موشک ها شدن، می توانند در ماموریت های رزمی نیروها مورد استفاده قرار بگیرند. پهپادها را با سلاح های نقطه زن در واقع تجهیز کردیم. پهپادها توانایی شلیک رو دارن، همزمان می توانند کارهای جنگالی هم بر علیه دشمن انجام بدن. این پهپادها قابلیت فرود و قابلیت پرواز رو به طور اتوماتیک دارن. برد این پهپادهای رزمی شناسایی 1500 کیلومتر و مداومت پروازشون 180 دقیقه. ارزیابی بکنیم سامانه‌های پدافند هوایی کلاً، هم سامانه‌های راداریمون هم سامانه‌های موشکیمون رو، با توجه به آرسیس پایینی که این پهپادهایی که تحویل می‌گیریم دارن. همزمان با این تحویل دهی، هواپیماهای بدون سرنشین ابابیل 3 و کرار هم به صورت ویدیو کنفرانسی به نیروی هوایی تحویل داده شد. الحاق 12 فروند هواپیمای بدون سرنشین را به ناوگان هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند. یا صاحب الزمان ادرکنی. پهپادهای میان برد با قابلیت حمل محصولات الکترواپتیکی و رزمی. تحویل گیری این هواپیما و الحاق اون به ناوگان هوایی نیروی هوایی
توان رزمی ما را به شدت افزایش خواهد داد. مأموریت اصلی ابابیل سه و کرار جمع آوری اطلاعات و ارسال داده های مأموریتی است.